هلو، من لیتل بیز باکسرم و خوش اومدین به ویدیو بسیار جذاب از نقد بازی بسیار جذابه 12 minutes. ببخشید که مقدار طول کشید ریکوردش، در حقیقت طول کشید. من نقدش خیلی وقت نوشتم ولی خب وقت نکردم که ریکوردش کنم. داستانه که برای گاداوار پیش اومد و نقدی که باید براش میکردم و این داستانا، خلاصه ذره زمان بردش. سابسکرایب، لایک و کامنت فراموش نشه. بریم که بدون معطلی نقد رو استارت کنی. کوجیما و بازی جدیدش. شاید اسم گراوند هاگ دی را شنیده باشید. فیلمی که داستان آن در مورد شخصی است که بارها و بارها 2 فوریه را زندگی می کند و در حقیقت درون یک حلقه یا لوپ گیر افتاده است. حال این ایده را در صنعت گیم تزریق کنید. حاصل کار 12 minutes است که حتی کوجیما را هم به ساخت چنین اثری تشویق می کند. الهام از ساخته های آلفرد هیچکاک، استنلی کوبریک، دیوید فینچر و همینطور استفاده از ویلیام دفو به عنوان صداپیشه باعث می شود انتظار ما از 12 minutes چند برابر شود. بماند که اناپرنا اینتراکتیو قبلها با منتشر کردن بازی های چون What Remains of Edith Finch به ما نشان داده است که خروجی ایده هایش چقدر شیرین است و باید به پوینت اند کلیک امروز آنها نیز اعتماد کرد. تصور کنید بعد از یک روز سخت کاری به خانه برگشتید و با استقبال گرم همسرتان روبرو می شوید. سر میز شام می نشینید و در حینی که آخرین قاشق از دسرتان را میل می کنید متوجه می شوید که او باردار است. دقیقا در جایی که فکر می کنید خوشبخت‌ترین آدم روی زمین هستید، با شنیدن صدای زنگ درب تمام آرامشتان به یک بار بلیده می شود. پلیسی وارد می شود که می گوید به دنبال ساعتی است و در نهایت شما کشته می شوید. اما به جای تجربه برزخ پی می برید که در یک حلقه 10 دقیقه گرفتار شدید و باید تمام این اتفاقات را از اول لمس کنید تا راهی برای رهایی از این حلقه پیدا کنید. در همین ابتدای کار سوال هایی برای ما به وجود می آید. این حلقه چگونه به وجود آمده؟ چگونه می توان از آن رهایی پیدا کرد؟ پلیس و داستان ساعت چیست؟ زیبایی روایت داستان در همین جا نمایان می شود که بعد از کشف یک جواب سوال های مهمتری خلق می شود که تا آخر بازی و البته دیدن پایان اصلی بازی به همه آنها پاسخ داده خواهد شد. تمام اجزای تشکیل دهنده خانه از تابلوها بگیرید تا حتی یک گلدان بی دلیل جایگذاری نشده اند و مرتبط با داستان بازی 12 minutes هستند. برای مثال گلدانی در اتاق خانه وجود دارد که اگر در هر حلقه به آن آب بدهید نهایتا تبدیل به گلی می شود که مربوط به داستان بازی است. شخصیت پردازی در 12 minutes فوق‌العاده کار شده است و صداپیشه‌ها به بهترین شکل کلمات و لحن آنها را ادا می‌کنند. برای مثال در روند بازی از رفتار و نوع صحبت کردن پلیس بازی متوجه می‌شود که فوق‌العاده شخصیتی بی‌حوصله و عصبی دارد و هیچ چیز غیر از هدفش مهم نیست و باید به هر نحوی به آن برسد. موسیقی 12 minutes در هر جایی از بازی به همون شکلی که باید شنیده می شود و افسون بر تصاویر هیجان می دهد. برای مثال در همان ابتدای بازی که با همسر خود مشغول میل کردن دسر هستید، رادیو در حال خواندن موسیقی رمانتیک و عاشقانه است. اما دقیقا در جایی که پلیس وارد می شود صدای رادیو کمتر شنیده شده و جای خود را به موسیقی تند در پس زمینه می دهد تا استرس را به طور کامل به خورده مخاطب دهد. Hey, we're doing it. We're having a baby. Steak, this is... No, please! Please! Okay! Just stop, please! 12 minutes در پایان جوری شما را با داستان شوکه می کند که روزها مغزتان درگیرش خواهد ماند و پیچیدگی داستانش نهایتاً به شیرینی ماندگار در دلتان مبدل خواهد شد. میرسیم به گیم پلی 12 minutes، جایی که هر کلیک شما در روند بازی تأثیر گذار است. کلیک میکنید آدمی را میکشید، کلیک میکنید قرص خواب‌آور در لیوان همسرتان میریزید، کلیک میکنید و گلدانی را آب میدهید. گیم پلی 12 minutes به گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از افکار و خلاقیت شما در چینش وسایل و اتفاقات پیش میرود.
همین موضوع باعث می شود وقتی برای اولین بار 12 مینت را تجربه می کنید در بعضی از حلقه ها گیر کنید و مدام کارهای مختلف را امتحان کنید تا بلکه جواب بگیرید یا اطلاعات جدیدی پیدا کنید و ممکن است برای بعضی بازیکنان بیش از حد خسته کننده شود و بازی را رها کنند، که این را به عنوان یکی را در نظر نمی گیرم، چرا که هدف بازی دقیقا همین است که به شما نشان دهد درون یک حلقه گیر افتادن چه حسی دارد. مدام دیالوگ های تکراری را بشنوید، صحنه های مشابهی را ببینید تا جایی که کلافه شوید. در نهایت اگر فیلم گراوند هاگ دی را دوست داشتید و میخواهید تجربه درون یک حلقه بودن را لمس کنید، یا به دنبال داستانی پیچیده هستید که ثانیه به ثانیهش مغزتان را درگیر کند، حتما سری به 12 مینتس بزنید. نهایتا نمره‌ای که 12 مینت از من میگیره نمره 7.5. سابسکرایب، لایک و کامنتیاتون نره. امیدوارم که لذت برده باشید. حتما نظرتون در مورد نقدهایی که انجام میدم بهم بگید. یه ذره نریشنش باید کار کنم، یه ذره بهتر روایت کنم در حقیقت نقدامو. در صد امیدوارم خوشتون اومده باشه. این بود از این ویدیو و خداحافظ شما.